لئون پانتر رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA در اظهاراتی که امروز منتشر شد گفت ایالات متحده برای مدت 3 سال از تأسیسات غنی‌سازی دوم ایران که اخیراً افشا شد مطلع بوده است. ایران در ماه گذشته وجود این تأسیسات در حوالی شهر قم را فاش کرد. مقامات آمریکایی میگویند تهران فقط بعد از آنکه متوجه شد آژانس‌های اطلاعاتی غربی در حصار پنهانکاری پیرامون این پروژه رخنه کردند، ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد را مطلع ساخت. پانتا در مصاحبه‌ای با مجله تایم گفت این پروژه برای اولین بار در سال 2006 زمانی که CIA متوجه فعالیت‌های غیر معمولی در کوهی شد که تأسیسات در آن ساخته می‌شد، توجه آژانس‌های اطلاعاتی غربی را به خود جلب کرد. وزارت دفاع آمریکا دیروز اعلام کرد یک بمب سنگرشکن غول‌آسا که برای درهم کوبیدن تأسیساتی است که در اعماق زمین دفن شده‌اند، مانند تأسیساتی که در ایران و کره شمالی طراحی شده‌اند، ظرف چند ماه آینده خواهد شد. جف مورال، سخنگوی وزارت دفاع، به خبرنگاران گفت این بمب 30,000 پوندی برای درهم شکستن تأسیسات مستحکم مورد استفاده کشورهای متخاصم برای حفظ سلاح‌های کشتار جمعی طراحی شده است. اما مورال از اظهار نظر درباره اینکه آیا ساخته شدن این سلاح که در اوایل امسال شتاب گرفته است در واکنش به برنامه هسته‌ای ایران بوده است یا خیر خودداری کرد. کاخ سفید دیروز اعلام کرد که پرزیدنت باراک اوباما در ماه نوامبر برای نخستین بار به آسیا سفر می‌کند و از کشورهای ژاپن، سنگاپور، چین و کره جنوبی دیدار خواهد کرد. اما سفر اوباما که از 12 نوامبر با دیدار از ژاپن آغاز می‌شود، شامل دیدار از اندونزی که اوباما در دوران کودکی مدت 4 سال در آن کشور زندگی کرده بود، نخواهد بود. سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس جمهور ماه آینده به آسیا سفر می‌کند تا همکاری بین آمریکا و آن بخش مهم از جهان در انواع زمینه‌های مورد علاقه مشترک را گسترش بخشد. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com.